سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز شنبه 14 بهمن ماه در 960مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. زلزله در پرسپولیس، بازگشت مدیرعامل محبوب با یحیی، همشهری مدعی شد علی اکبر طاهری در نظر داره با برنامه‌ریزی بلند مدت به پرسپولیس بیاد و یکی از برنامه‌هاش هم بازگردوندن یحیی گل محمدی. مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در چند روز اخیر چند باری در وزارت ورزش دیده شد. اون که گفته میشه با برخی از مسئولان وزارت ورزش ارتباط خوبی داره، یکی از گزینه‌های کیومرث هاشمی برای مدیریت باشگاه پرسپولیسه. دیدار مدیرعامل سپاهان با الاهلی قطر. منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه سپاهان، در حاشیه سفر به قطر با عبدالله الملا، رئیس باشگاه الاهلی قطر دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف بر ارتقای روابط دیپلماسی ورزشی بین دو باشگاه و افزایش تعاملات فیما بین تاکید کرد. نیکفر، مدیرعامل باشگاه فولاد سپاهان، در این دیدار با اشاره به تعاملات باشگاه سپاهان با سایر باشگاه‌های آسیایی اظهار داشت: رویکرد باشگاه سپاهان ارتقای دیپلماسی ورزشی بوده و در این راستا 13 باشگاه با سپاهان تفاهم نامه همکاری دارند. اعلام زمان آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر ایران. زمان برگزاری آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. بر همین اساس دو باشگاه فولاد و آلومینیوم اراک روز چهارشنبه 25 بهمن از ساعت 15 دیدار افتتاحیه نیم فصل دوم لیگ را آغاز می‌کنند. پرسپولیس در این هفته روز پنجشنبه 26 بهمن میهمان آلومینیوم اراک خواهد بود و استقلال جمعه 27 بهمن در ورزشگاه آزادی به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت. فغانی قطر را ترک کرد. با وجود بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا، علیرضا فغانی در دومین تورنمنت متوالی در قطر مجبور به ترک مسابقات شد. این تصمیم نه به جهت خطای داوری که به علت درخواست فدراسیون فوتبال استرالیا صورت گرفته. اون که جمعه ساعت 19 قطر رو به مقصد استرالیا ترک کرده، تنها به بریزبین بازگشت. اما کمک‌هاش در بازی ایران و ژاپن داور چینی رو همراهی کردند. تولدو در راه پرسپولیس. گفته میشه دستیار جدید عثمار که هموطن اون محسوب میشه به زودی وارد ایران میشه تا به عنوان عضو جدید کادر فنی پرسپولیس در ادامه فصل قرمز پوشان رو همراهی کنه. بر اساس اخبار رسیده از باشگاه پرسپولیس، شنیده ها حکایت از این دارن که رافائل گونزالس تولدو 44 ساله برزیلی به عنوان دستیار عثمار با باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده و قراره به زودی به ایران بیاد. بازگشت نوید کیا به لیگ برتر با هدایت رفسنجانی ها. در پی مذاکرات صورت گرفته با گزینه‌های مورد نظر این باشگاه، محرم نوید کیا، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه‌های سپاهان، بوخوم آلمان و سرمربی سابق سپاهان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال مس رفسنجان انتخاب شد. به این ترتیب نوید کیا با امضای قرارداد رسمی هدایت مس رفسنجان را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی بر عهده می‌گیرد.